قبلا در مورد میلسپو و مخصوصا توصیفات اون از شخص رضا شاه صحبت کردیم و حالا توی این قسمت میخوایم جنبه های دیگه از حضور آرتور میلسپوی آمریکایی رو توی ایران بررسی کنیم. آرتور چستر میلسپو متولد اول مارس 1883 است و با 72 سال سن در تاریخ 24 سپتامبر 1955 فوت میکنه. تو سال 1912 دکتر اقتصاد میگیره و تو دانشگاه اقتصادی و سیاسی تدریس میکنه. اما چیزی که زندگی میلسپو رو واسه ما جالب میکنه تو سال 1922 اتفاق میفته. توی اون سال هیئت نمایندگی ایران توی آمریکا میلسپو رو برای سر و سامون دادن به امور اقتصادی کشور انتخاب و بعد اونو استخدام میکنه. میلسپو 5 سال توی ایران میمونه و با پایان قراردادش برمیگرده آمریکا و بعد از اون هم برای سر و سامون دادن دارایی‌های کشور هائیتی به مدت 3 سال توی اون کشور مأمور میشه. از پایان سال 1929 دوباره به کارهای تدریس و پژوهش توی دانشگاه‌ها مشغول میشه تا اینکه دوباره تو سال 1943 برای مأموریت دومش به ایران میاد، اما این بار خیلی زود شکست میخوره و برمیگرده. از میلسپو 9 تا کتاب به یادگار موندن که خلاصه ای از 2 تا کتاب اون، یعنی مأموریت آمریکایی‌ها در ایران و کتاب آمریکایی‌ها در ایران، رو واسهتون گفتیم و کتاب‌هایی که گفتیم از منابع بسیار مهمی هستن برای پژوهش درباره تاریخ اقتصادی و اجتماعی قرن اخیر توی ایران. چون نویسنده گفتیم که بالاترین مقام مالی و اقتصادی کشور رو داشته و توی جلسات هیئت دولت هم حضور فعالی داشت. اما راستش همیشه واسم سوال بوده که چرا اون موقع کسی رو از آمریکا آورده بودن و اون رو رئیس کل مالیه ایران گذاشته بودن و اختیارات زیادی رو هم بهش داده بودن. در واقع یکی از دلایل این کار و علاقمندی دولت وقت ایران به استخدام کارشناس مالی از آمریکا، تجربه خوبی بود که از همکاری قبلی با اولین مستشار مالی آمریکا یعنی مورگان شوستر داشتند. با اینکه مورگان شوستر فقط 8 ماه و 4 روز توی ایران بود، اما رفتارش و اقدامات اثر بخش اون باعث شده بود تا مردم و دولت ایران نظر مثبتی به شوستر و آمریکا پیدا کنند و آمریکا رو مثل روسیه و انگلستان استعمارگر و غاصب نمی‌دونستن. شوستر برخلاف مستشاران سابق بلژیکی و فرانسوی خودش رو کارمند دولت ایران میدونست و سعی داشت حتی المقدور منافع مملکت رو حفظ کنه. اما روس‌ها و انگلیس‌ها با انتخاب یک آمریکایی در رأس امور مالی ایران مخالفت میکنن و با تحت فشار قرار دادن دولت بالاخره شوستر رو از ایران اخراج میکنن. شوستر هم بعد از اینکه از ایران میره خاطرات خودش رو توی ایران توی کتابی با عنوان اختناق ایران می‌نویسه که خوشبختانه ترجمه فارسی اون هم موجوده و اگه در آینده فرصت کنیم توی قسمت جداگونه به سراغ این کتاب هم میریم و تجربیات شوستر توی ایران رو هم با هم مرور می‌کنیم. اما خلاصه درباره مورگان شوستر خوشخدمتی و درستکاری اون توی یاد ایرانی‌ها می‌مونه و 11 سال بعد از خروج اون از ایران، وقتی دولت می‌خواست دوباره از مستشاره خارجی کمک بگیره، این بار هم اول به سراغ شوستر میرن و از اون دعوت میکنن که به ایران بیاد. ولی شوستر قبول نمیکنه و آرتور میلسپو رو به هیئت ایران معرفی میکنه. گفتیم شوستر هم مشکلات زیادی توی ایران داشت. اون وقتی از ایران میره توی خاطراتش میگه که فرار ایرانیان از پرداخت مالیات برای آنان به صورت یک عادت درآمده است و مجبور ساختنشان به ترک این عادت آسان نخواهد بود. در ادامه هم میگه که تا مسئله مالیاتگیری دقیق توی ایران حل نشه و توی این مورد دقت لازم به عمل نیاد، هیچ کدوم از مشکلات این کشور برطرف نمیشه. این صحبت‌ها رو کی گفته بود؟ سال 1912، یعنی بیش از 110 سال قبل. 11 سال بعد از شوستر با ورود میلسپو هم هنوز همین مشکلات وجود داشت و الان هم هنوز با همین مسئله سر کار داریم. اگه درست بخوایم به قضیه نگاه کنیم، شوستر و میلسپو گام‌های موثری رو و خوبی رو برداشته بودن و خیلی از ایرادات رو اصلاح کردن، ولی هنوز که هنوزه این بحث مالیات توی کشور حل نشده. نمیدونم، یعنی ما توی این 100 ساله واقعا نتونستیم کسی رو تربیت کنیم که یکی از معضلات کشور رو حل کنه؟
نمیدونم واقعا چند سال برای حل این مسئله هنوز نیاز هست تا بتونیم به این مشکل برسیم و آیا اصلا بالاخره میتونیم از پس این مسئله بر بیاییم یا نه. اما جالب اینجاست مشکلاتی که از گذشته موندن فقط بحث مالیات و امور مالی نیست. میلسپو خیلی خوب شرایط آب و هوایی و جغرافی ایران رو هم توصیف میکنه. اون میگه که ایران کشور خشک و کم آبیه و مسئله آب همیشه یک چالش بوده، چالشی که امروزه هم هنوز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و متاسفانه الان دیگه تبدیل به یک بحران شده. پس این مسئله آب هم بحرانیه که سالهاست نتونستیم از پسش بر بیاییم، بحرانی که فکر نمی کنم نیاز باشه در مورد مواردی که این سالها باهاش درگیر هستیم صحبت کنیم و مثال بزنیم. کافیه با کمی جستجوی ساده به مشکلات بخش آب توی ایران برسیم. اما یه نکته دیگه اینه که میلسپو میگه ایرانی ها خودشون به نابسامانی های مالی و اداری که دارن اقرار میکنن و چون افکار عمومی توی ایران ذاتاً نظری نسبت به درستکاری، نظم و ترتیب و صحت عمل توی ادارات ندارن، لذا کابینه های مختلف با قبضه کردن امور مالی هرچه خواستن بر سر مالیه مملکت آورده و آن را به صورت مخشوش فعلی در آوردن. در ادامه هم میگه که طبقه روشنفکر هم عقیده دارن که امور مالی مملکت باید از جنجال های سیاسی و غرض‌ورزی های شخصی دور باشن، مسئله که فکر کنم امروز دیگه به اون شدت نباشه. ولی میلسپو برای راه حل میگه که این مشکلات رو میشه فقط با تغییرات بنیادی حل کرد و عقیده داشت که باید از بنیاد و از ریشه این مشکلات حل بشن تا به نتیجه مطلوب برسن. اما یه چیزی که توی مطالبی که میلسپو میگه خیلی واسم جالب بود اینه که میلسپو میگه رجال کشور و تحصیل کرده ها، حتی اونایی که توی دانشگاه های داخلی درس خوندن، عموما زبان فرانسه و انگلیسی رو خوب میدونن و مسلط حرف میزنن، مینویسن، ترجمه میکنن و کلن مسلط به این زبان هستن. اون میگه که تقریبا تمام ایرانیایی که دارای مشاغل حساس اداری هستن این ویژگی ها رو دارن. وقتی این جمله ها رو میخوندم یاد سخنرانی های بعضی از مسئولین حال حاضر به زبان انگلیسی افتادم. سونیم الان ترینینگ استرده امروز تومارو من ترینینگ شما تاکین من گوشی ها وای یور تیم این ورلد کاپ نو ببینید در قراردادش نوشته اکسپت ان فولو گرچه این بحث زبان رو نمیشه دقیق و با آمار بررسی کرد و فقط میشه به صورت شهودی اونو مقایسه کرد، ولی خب مسئله‌ای بود که ناخودآگاه توی ذهنم اومد و واسم جالب بود. اما از این موضوع که بگذریم، برای حل مشکلات جامعه میلسپو نسخه هم میپیچه و راه حل هم ارائه میکنه. اون میگه که راه اصلاح امور مالی و کشور به دست خود ایرانی ها انجام میشه و اونا خودشون باید بخوان و اینجوری نیست و نمیشه که یک نفر از خارج بیاد و تمام مشکلات رو حل کنه. اون یک راه پیشرفت و توسعه رو آبادانی حمل و نقل میدونه و 100 سال پیش این مسئله رو میگه. حمل و نقلی که اگه اون موقع ماشین و قطار بود الان هواپیما هم بهش اضافه شده و میبینیم که کشورهای منطقه با توسعه سیستم حمل و نقل هوایی خودشون چطور تونستن رشد کنن. تازه علاوه بر اون میگه که ایران تاریخ و زیبایی‌های زیادی هم داره که میتونه برای گردشگرها جذاب باشه. راهکارهایی که 100 سال پیش یه خارجی بهشون رسیده بود و به عنوان راه حل بهمون گفته، اما ما هنوز نتونستیم توی این مدت بهشون عمل کنیم. البته منظورمون از این حرفا این نیست که هیچ کدوم از ایرانی ها این نکات رو نمیدونستن یا اولین بار میلسپو بوده که اینا رو درباره کشور به خود ما گفته و درباره این موضوعات صحبت کرده. در واقع هدف از گفتن این حرفا اینه که این مطالب اونقدر واضح بودن و واضح هستن که حتی یه خارجی که مدتی وارد کشور شده بود این مطالب رو فهمیده، ولی ما هنوز بیش از یک سده هنوز به این نتیجه نرسیدیم که چطور باید کشور رو از وضعیت حساس کنونی به وضعیت باثبات و توسعه یافته برسونیم. ولی به نظرم شاید مهمترین ضعفی که میلسپو شناسایی میکنه ضعف در آمار و ارقام معتبره.
تقریبا تمام آمار و ارقام معتبر رو میشه فقط تو اسناد بلژیکی ها که سالها توی ایران توی گمرک و پست کار میکردن پیدا کرد. بقیه ادارات و ارگان ها هیچ کدوم آمار درست و حسابی نداشتن. حتی بودجه کشور و درآمدها و هزینه ها هم به درستی مشخص نبودن. همین ضعف ها و کاستی ها کار میلسپور رو سخت‌تر هم میکرد. اما متاسفانه همین الان هم مسئله آمار دقیق و صحیح یک مشکل باقی مونده و هنوزم آمارهایی داریم که با اهداف سیاسی منتشر میشن یا حتی نمیشن اصلا. مسئله آمارسازی برای گزارش به مافوق هم خودش یک مبحث جداگونه است که فکر کنم بهتر اصلا بهش نپردازیم. میلسپور توی هر دوتا کتابش هم میگه که اگه قراره برای ایران کاری بکنیم باید اول خوب اونو بشناسیم. اون عقیده داشت در هر کشوری روحیات مردم، روابط اجتماعی و رشد سیاسی اونها مهمترین معرف وضع اقتصادی و اداره امور کشوره. به خاطر همین حتی به جزئیات رفتار و کردار مردم دقت میکرده. میگه قبل از اینکه به ایران بیاد بارها توی آمریکا بهش گفته بودن که ایرانی‌ها مردمی شرقی هستن و روحیاتشون با غربی‌ها کاملا متفاوته و درک این روحیات برای تازه واردین غربی تقریبا ممکن نیست. خلاصه با همین دید وارد ایران میشه، اما ریزبینانه به رفتارها دقت میکنه و قبل از اینکه بخواد عادات و رفتارها رو نقد کنه و دربارشون صحبت کنه میگه که اطلاعاتم ناقصه و حتی ادعای مردم شناسی هم ندارم، اما لازم بود که یک نگرش سطحی و بررسی ظاهری بر اساس زمانی که دارم روی مردم ایران داشته باشم و همین حرفا، یعنی حرفایی که درباره مردم میزنه رو با این دید بهشون پرداخته. با همین دید در جای جای کتاباش از تجربیات شخصی خودش میگه. اون برای معرفی ایرانی ها اینجوری شروع میکنه که ایرانی ها رو از نظر نژادی میشه پسر عموی خودمون دونست، چون هسته اصلی اونها از نژاد آریایی هاست. نکته بوده که میلسپور توی کتابش نوشته. با اینکه املاک بزرگی توی کشور وجود داره، اما ثروت ها راکد موندن و مصرف پول مثل غرب نیست. توی ایران خبری از زندگی لوکس و تفریحات مغرب زمین مثل اپرا، تئاتر، رستوران و ورزش‌های حرفه‌ای و باشگاه‌های قایقرانی و تالار بورس نیست و ثروتمندای ایران پولشون رو به صورت پارک‌ها و خونه‌های زیبا، نوکرای متعدد، سفره‌های رنگین و اسب‌های اصیل و مهمان نوازی‌ها به صورت افراطی خرج می‌کنن. از مهمان نوازی های ایرانی ها بارها صحبت میکنه و میگه که مهمان با سلام و تکریم نوکرا به خونه میاد و موقع خارج شدن از خونه هم صاحب خونه مهمون رو تا دم در یا تا قسمتی از راه برگشت همراهی میکنه. ایرانی ها رو موقع شناس و آدابدان میدونه و چیزی که واسهش جالب بوده اینی که توی زبان ایرانی ها برای صحبت با زیر دست و همرده و اشخاص بالاتر کلمات مختلفی به کار میره. اما از اون مهمتر هم میگه که ایرانی ها همیشه دیگران رو بر خودشون مقدم میدونن، یعنی همون بحث از خودگذشتگی و این حرفا. رسم هدیه دادن و هدیه گرفتن رو یکی از مظاهر مهمان نوازی ایرانی ها میدونه و میگه که اعضای هیئت آمریکایی هم بارها هدایایی رو گرفتن. اما در ادامه هم میگه که با اینکه مطمئن بودم بیشتر این هدیه ها حکم رشوه رو داشتن، اما نگرفتن هدیه هم بیادبی و اهانت محسوب میشد. یعنی رشوه‌ای که هنوز ریشه‌کن نشده و یه معضل توی اداره های کشوره، اون موقع هم یک مشکل بزرگی بود و میلسپور بارها بهش اشاره میکنه. این مستشار آمریکایی میگه کمکاری و غیر فعال بودن و امروز و فردا کردن ایرانی ها خیلی تأثیر برانگیزه. یک ایرانی کارهاش رو به آرومی انجام میده و هیچ عجله‌ای هم در انجام وظایفش نداره. به فلسفه و ادبیات بیشتر علاقه داره تا وظایف شغلیش و به خاطر همین علایق اغلب وقتش رو با صحبت درباره سیاست و مسائل شخصی تلف میکنه و توی محیط کار هم زیاد به کارش فکر نمیکنه. توی ایران اگه قرار کنفرانسی ساعت 4 آغاز بشه، رسما از ساعت 5:30 شروع میشه. حس میهن‌پرستی و مسئولیت اجتماعی توی اغلب ایرانی‌ها تکامل پیدا نکرده و بیشتر در مقابل خانواده یا قبیله خودشون احساس مسئولیت میکنن و بجز منافع خودشون و خانواده‌شون به چیز دیگه فکر نمیکنن.
اینا خصایصی هستن که میلاسپو تو چند سال حضورش در ایران بهشون رسیده بود. اون میگه در طول سال هزاران نفر میومدن وزارت مالیه و اغلب اونا هم یا تخفیف مالیاتی برای خودشون میخواستن یا برای برادر و پسر و برادرزاده و خلاصه قوم و خویشاشون میخواستن. متاسفانه بعضی از توصیفات میلاسپو رو هنوز هم میتونیم توی جامعه و ادارات ایران ببینیم. میلاسپو میگه یکی از مهمترین معایب کارمندای ایرانی تعلل و ناتوانی اونها در مواجهه با مشکلات و در نهایت تصمیم گیریه. مسئله‌ای که هنوز هم درگیرش هستیم. تصمیمی که یک کارمند ساده میتونه بگیره رو به رئیس حواله میده. رئیس به بالادستی، بالادستی به بالادستی خودش و گاهی گرفتن یک تصمیم ساده تا سطح استان و وزیر بالا میره. اون حتی به برگزاری جلسات بیهوده هم اشاره میکنه و میگه مسئولین مملکت خودشون در مسئله رفع مسئولیت استاد بودن. همیشه برای انجام کارها کمیسیونی تشکیل میدن که به نتیجه نمیرسه و بعد یک کمیسیون و یه جلسه دیگه و جلسه دیگه و جلسه دیگه و در نهایت باز هم هیچ. یعنی مسئولین جلسه میگرفتن که آخر کار بگن تقصیر من نبود که چنین اتفاقی افتاده. من تصمیم نگرفتم. تو جلسه به این نتیجه رسیده شد و از این دست بهونه ها که در نهایت مسئولیت تصمیم رو بین شرکت کننده های توی جلسه تقسیم کنن. راستش نمیتونم با قطعیت و از روی عدد و آمار بگم که الان هم هنوز همینطوره. اما بارها برای خود من توی ادارات ایران چنین شرایطی به وجود اومده که این شرایط توی ذهنم حک شده و هنوز هم توی ذهنم اینو دارم و متاسفانه همین معضل رو توی ادارات ایران فکر میکنم هنوز هم داشته باشیم. اما اگه اشتباه میکنم که امیدوارم اشتباه کنم لطفاً به هم بگید. خلاصه میلاسپو بعد از کلی مثال و صحبت از رفتارها میگه که وضع موجود به خاطر نارسایی وضع سیاسی و اداری ایرانه، نه به علت ناتوانی ذاتی مردم. وقتی قانونی اصلا وجود نداشته باشه یا ضمانت اجرایی نداشته باشه، وقتی وزیر مجبور به خریدن مقام وزارت میشه، وقتی حقوق کارمندا کمتر از هزینه های زندگی اونهاست، وقتی وجدان عمومی و حس میهن‌پرستی فقط در حد حرفه، این وضع مملکت اصلا تعجبی نداره. این شرایط هر جای دنیا هم بود باز هم همین وضعیت پیش می اومد. و در ادامه میگه چون میدونم این شرایط قابل تغییرن، تصمیم گرفتم که به مقابله با اون برم و کمک کنم تا ایران رشد کنه. اما در این راه مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم وجود داشت. با این اوصاف میلاسپو و هیئت همراهش تونستن بعضی از مشکلات اداری و مالی کشور رو حل کنن، ولی هنوز خیلی از مسائل باقی موندن. مسائلی که نمیدونم آیا 100 سال دیگه هنوز هستن یا نه. ای کسی که 100 سال دیگه داری این ویدیو رو نگاه میکنی، یعنی کسی که تو سال 1501 خورشیدی هستی، آیا اون سال ما هنوز توی ایران رشوه و رانت و پارتی بازی داریم؟ هنوز توی امور مالی و اقتصادی شفافیت نداریم؟ هنوز آزادی بیان و مطبوعات نداریم؟ هنوز دموکراسی آزاد و خیلی چیزای دیگه نداریم؟ آیا توی اون سال این چیزها هنوز بهشون نرسیدیم؟ لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها واسمون بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.